بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا و نبی الرحمة ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر از بانیان محترم جلسه. میلاد مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک عرض میکنم. مرد بزرگ تاریخ و سلطان عالم طبیعت و ماوراء طبیعت، کسی که ما رو از ظلمت جهل و شرک رهایی داد و درس محبت، انسانیت، آگاهی و آزادی داد، کسی که برای تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس بشری آمد و درس اقامه قسط و اجراء عدالت رو به ما آموخت. و خدای متعال در توصیف ایشان فرمود که عزیز علیه ما انتم حریص علیکم، رنجی که شما میبرید بر او گران است، با همه شما، با تک تک شما رنج میبرد و نسبت به سرنوشت شما و حقوق شما حریص است. و هفته وحدت فقط یکی از برکات نام مقدس پیامبر اکرم است که من در این بابم یه نکته در مقدمه عرایزم عرض میکنم و وارد اصل مطلب میشم. در هفته وحدت ما دیگه از وحدت تبلیغاتی کافیست سخن گفتن، امروز یک وحدت سیاسی و ایمانی در سطح جهان اسلام دیگه یک توصیه اخلاقی و استحبابی نیست، یک ضرورت حیاتی است، به دلیل اون که اسلام و مسلمین در سراسر جهان هدفگیری شدن و علیه اونها برنامه ریزی میشه و بنابراین وظیفه همه ماست که در جهت محتوا و روش این توطئه ها رو تشخیص بدیم. مضمون اصلی پروژه استعماری ضد وحدت متوقف کردن نهضت بیداری جهان اسلام است که در دو سه دهه اخیر به خصوص به برکت امام و انقلاب اسلامی بپا شده و روش اصلیش هم پرورش دادن وجوه اختلاف بین مذاهب اسلامی و دولت ملت های پراکنده مسلمان از راه مبالغه آمیز کردن وجوه تفاوت بین مذاهب اسلامی است. امروز اتحاد عقیدتی در مشترکات و وحدت سیاسی مسلمین رو فقط با آفات داخلی میشه در هم ریخت و اتفاقا در رأس طرحهای عملیاتی مخالفان اسلام همین فتنه های داخلی در پشت جبهه جهان اسلام است. اون بذری که سید جمال الدین اسدآبادی ها و محمد عبدوها تا کاشف الغطا و حسن البنا و نواب صفوی ها و سید قطب ها و سایر مجاهدان جهان اسلام و متفکران و بیدارگران اسلامی شیعه و سنی در سده گذشته پاشیدند، بذر جهاد و بیداری بود و وقتی با زحمات امثال مرحوم آقای بروجردی و مرحوم شلتوت شیخ الازهر مصر و امثال اونها در باب ضرورت وحدت همه مذاهب رسمی اسلامی تلفیق شد، کم کم هسته اولیه و اصلی تشکیل امت واحد و مجاهد اسلامی در عصر حاضر رو متشکل کرد که به دست امام عزیز کار اصلی صورت گرفت و میوه ها رسید و امروز شما میبینید خون شهدای حزب الله لبنان و جهاد اسلامی و حماس فلسطین، شیعه و سنی خونشون در هم ریخته در صف مقدم جهان اسلام و خونشون از همدیگه قابل تشخیص نیست. بنابراین امروز هر کس و به هر بهانه و دلیل و با هر زبانی در ایران و جهان اسلام به فتنه تفرقه مذاهب اسلامی و جنگ‌های مذهبی و توهین به مذاهب رسمی اسلام دامن بزنه شریک صهیونیست‌ها باید دانسته بشود، ولو ناآگاهانه. و توجه داشته باشیم که در سالهای اخیر به خصوص دوباره همون دست‌هایی که در یکی دو قرن گذشته با مذهب سازی و فرقه پردازی
و افراط پروری کینه های مذهبی رو بین مسلمان ها علیه هم رشد دادن، دوباره فعال شدن در سالهای اخیر و دهه اخیر. در یه دوره انگلیسی ها در خاورمیانه و شبه جزیره هند و شمال افریقا حتی دست به مذهب سازی زدن و خزعبلاتی رو می ساختن به شیعه یا به سنی نسبت می دادن برای درگیر کردن اینها با هم و بین خود اهل سنت با هم، و از یک طرف در همین منطقه خود خاورمیانه جریان وهابیت و ناسبیگری رو، از یک طرف صوفیگری و درویش بازی های انگلیسی رو و انحرافی رو، از یک طرف بابیگری و بهائیگری رو دامن زدن، و بعد حتی در میان شیعیان جریان های قالیگری و افراطیه که به نام محبت اهل بیت نسبت خدایی و الوهیت به اهل بیت پیغمبر سلام الله علیهم می دادند و روش های غلط و نامشروع عزاداری رو ترویج می کردند در اظهار کیفیت اظهار محبت به اهل بیت و اظهار براءت از دشمنان اهل بیت، که این اظهار محبت و براءت لازم و واجبه، اما در کیفیتش اینها انواع بدعت‌های خلاف شرع رو ترویج می‌کردند و آموزش دادن. در اسناد وزارت خارجه انگلیس بعدها منتشر شد که و افشا شد که در ایران و عراق و هند دست کم اینها سرمایه‌گذاری کلانی کردند برای اینکه چطور در محافل مذهبی و هیئت‌های مذهبی از جمله بین شیعیان نفوذ بکنن و از جریان پاک و ارزشمند مدح اهل بیت سوء استفاده بکنند و این جریان مبارک مؤثر در تاریخ شیعه و انقلاب رو تبدیل بکنند به عامل مخدر و تفرقه بین مسلمین. حتی در یکی از اسناد اونها آمده که بین بعضی از هیئت‌های مذهبی می آمدن اشعاری رو برای مدعی در اختیار اونها قرار می دادن که کاملا بدعت بود، قمه توزیع می کردن بین عزاداران با بودجه خودشون، و اینا همه دست هاییست که پشت پرده واقعا در این قضیه دخالت داره و باید دخالت رو دید. البته ممکن است یه مدعی با اخلاص دروغ بگه و یه عزاداری هم با اخلاص قمه بزنه. ما بحث به اونایی که این کارو انجام میدن کاری نداره، اونا ممکنه معجورن باشن چون با صداقت انجام میدن، اما توجه داشته باشیم که پشت این جریان و پرده ها گاهی چه دست هایی در کار هست برای اینکه تفرقه و فتنه ایجاد بکنه و یه ادبیات افراطی، روش های قالیگرانه، بدعت و حتاکی به سایر و مقدسات سایر مذاهب اسلامی رو باب بکنن و مسلمین رو از جبهه اصلی و نبرد اصلی منحرف بکنن. شما ببینید دست هایی که ناسبیگری و وهابیگری رو ترویج میکنه، جریانی که درویش بازی های انگلیسی و اباحیگرانه رو ترویج میکنه، همونا ممکن است در پشت پرده غلو شرکامیز در شأن اهل بیت رو دامن بزنند و گاهی کسانی بدون توجه با حسن نیت بحث از این بکنن که من علی اللهی هم، رضا اللهی هم، حسین اللهی هم، که این اواخر هم یکی از بزرگانم توجه و تذکر دادن. این در حالی است که خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که جاهل متنسک کمر مرا می شکند، و از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده است که کسی آمد پیش ایشان عرض کرد که آقا راجب شما دارن شایعه پخش کردن تو شهر، از طرف دستگاه حکومت بود، شایعه کردن که شما و پدرانتون مردم رو بنده خودتان و برده خودتون میدونید. حضرت رضا سلام الله علیه رو کردن به آسمان و فرمودن خدایا تو شاهد باش این اولین ستمی نیست که بر ما میرود، و فرمود به خدا سوگند چون این کلمه‌ای نه از دهان من و نه از دهان پدران من هرگز نه خارج شده و نه خواهد شد که ما مردم رو بنده یا برده خودمون بدانیم. ما خودمون افتخارمون بندگی خداست. اینا نکاتی است که باید بهش توجه داشت که این روش‌های انحرافی و غلط و اهانت و فحاشی به مقدسات هیچ مذهبی از مذاهب رسمی اسلام در این دوره به خصوص جایز نیست. البته افتخار ما تشیع است و حب اهل بیت پیغمبر افتخار ماست و در دنیا و آخرت این مذهب رو با هیچ چیز ما عوض نخواهیم کرد. و اما نکته‌ای که می‌خواستم بابت اون دقایق رو مصدع بشم، تحت عنوان چه باید کرد به نظر رسید که بشه به بعضی از مختصات و کلیات اون اشاره کرد. چه باید کرد پرسشی است که ما طرح میکنیم برای شفاف کردن جریاناتی که در صفوف ما، صفوف ملت ما به نمایندگی خودخوانده